امروز اومدیم با هم بررسی بکنیم ببینیم که آیا ما دو سال پیش سه سال پیش یا حتی یک سال پیش یک میم کوین را اگر خریداری کردیم امروز چقدر میتونستیم سود بکنیم میم کوین های مثل دوچکوین، کوین مثل شیبا اینو مثل حالا دلار مون که اینا رو همه رو با هم دیگه بررسی میکنیم و ببینیم که آیا هنوز هم ارزش سرمایه گذاری دارن یا اینکه خیر پس حتما حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید سلام میکنم به یزیانی های ازم خیلی خیلی خوش اومدید به یک ویدیو جدید از من امروز اومدیم با هم دیگه بریم برای بررسی سرمایه گذاری روی میم کوین ها ببینیم آیا اصلا ارزشش رو داره آیا میتونن هنوز قابلیت رشد دارن یا اینکه کلا دیگه از دست رفتن و دیگه کسی توجهی بهشون نمیکنه حتما تا انتهای ویدیو با من همراه باشید لایک و و سابسکرایب فراموش نکنید باز هم معذرت می‌خوام بابت صدام که گرفته بدون و بدون معطلی سراغ آموزش خب از شما برای بررسی ارزهای مختلف از پلتفرم کوین مارکت کپ استفاده میکنیم یک پلتفرمی هستش که تمامی ارزها رو داخل خودش نشون میده میتونیم قیمت لحظه ایش رو ببینیم میتونیم ببینیم که به دلار چقدر هستش میتونیم ببینیم که توی چه تاریخی چقدر بوده حتی نمودار شمی داره و حالا کلی نمودارهای مختلف دیگه داره که میتونید ازش استفاده بکنید دوستان کلا پلتفرم خیلی فوق العاده هستش اما ارزهایی که میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم ارزهای میم کوین هست شاید براتون سوال پیش بیاد همون اول که حالا وارد ویدیو شدید ببینید که اقا اصلا این میم کوین ها چی هستن چرا انقدر اسم عجیبی داره ببینید دوستان میم کوین کلا اصلا ساخته شدنش هیچ دلیل خاصی نداشته اولین میم کوین اگر اشتباه نکنم دوج کوین بوده دوستان که حالا ساخته شده و توسط یعنی پشوانه‌ش هم ایلان ماسک بوده و اینکه این, که این... میم کوین به این دلیل اصلا ساخته شده فقط و فقط به خاطر حالا همینجوری فان بودن یعنی به خاطر فان بودن دنیای کریپتو و ارزهای دیجیتال که مثلا میگه آقا چقدر دنیای کریپتو میتونه ساده و جالب و فان و باحال باشه که مثلا یه دونه میم بیاد یه کوین بشه و ارزش دلاری داشته باشه مثلا بچه‌ها هم حالا کاورش شده دقت کرده باشید خب همونطور که میبینید عکس یه دونه سگی هستش که یه سگ خیلی بامزه‌ای هم هستش یعنی از کاورش معلومه که حالت میم داره میم رو که دیگه بچه میدونید چی هستش حالت میم داره و کلا ارز میم کوین به همین خاطر اصلا درست شده و هیچ پشتوانی خاصی نداره بچه یعنی پشتوانش فقط و فقط مردم هستن این مثلا مثل بیت کوین نیستش که بگیم آقا حتما حتما مثلا توی این تاریخ داره انقدر میره بالا و قیمتش انقدر هست از انقدر پایینتر نمیاد و از اینجور چیزها چیزا میشه اینها رو هم بررسی کردش کامل اما میگم چون اندازه ارزهای خیلی بزرگ پشتوانه نداره فقط و فقط تنها پشتوانش مردم هستن یعنی اینکه آقا دوج کوین الان چقدر خواهان داره اصلا چرا خواهان داره مثلا یکی از دلایلی که دوج کوین قیمتش خیلی میره بالا توییت ها هستش بچه ها هایی که ایلان ماسک میزنه توی توییتر این تویت ها مثلا چی میتونه باشه مثلا ایلان ماسک میاد داخل توییتر میگه که آقا امروز شما میتونید مثلا لوازم تسلا رو یا حالا خرید هاتون رو مثلا توی یک سری فروشگاه های خاص با دوج کوین هم انجام بدید یعنی مثلا میتونید با ولت دوج کوینتون بیاید خرید انجام بدید و مثلا ماشین بگیرید از شرکت تسلا اون موقع مثلا میاد خریداران دوج کوین زیاد میشه و یهو خیلی افراد زیادی میان مقدار زیادی دوج میخرن قیمت دوج کوین میره بالا یا مثلا بعدا یه دونه توییت میزنه در رابطه با دوشکوین مثلا بد میگه میگه که چه میدونم دوشکوین قراره که کلا از بین بره یهو همه میان میفروشن قیمتش خیلی میاد پایین دوباره میاد یه توییت دیگه میزنه ببینید این جور توییت ها هستن که خیلی میتونن قیمت این ارزها رو مشخص بکنن یعنی واقعا همینقدر مثل اسمشون مسخره قیمتشون عوض میشه میم کوین ها همینقدر مسخره قیمتشون عوض میشه و یک فردی ممکنه که کلا همه سرمایه‌اش از دست بره با همین یه دونه توییت یک فردی ممکنی که سرمایه‌اش چندین و چند دین برابر بشه حالا اگر براتون سوال شده که مثلا چقدر مگه میشه از این مدل حالا میم ها درآمد کسب کرد برای مثال ما میایم دوج کوین رو بررسی میکنیم ببینید دوج کوین توی سال تقریبا 20 2013 آخری 2013 بچه ها درست شده یعنی خب جزایی که از اولین ارزها بوده آخری 2013 درست شده و میبینید که از سال 2013 قیمتش همینقدر بوده رشد خاصی نمی کرده. تا 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 اومده 2021 و سال 2021 جامپ های خیلی خیلی خوبی رو زده حالا این جامپ ها به چه صورتی بوده ببینید بیاید قیمت رو هم یه حساب بکنیم مثلا من بیام کمترین قیمت اینجا رو حساب بکنم ببینید قیمتش چقدر بوده صفر تا دو تا صفر یک خب قیمتش اینقدر بوده ما میگیم که آقا ما میخواستیم بیایم 100 دلار دوچ کوین خریداری بکنیم حالا میام حساب می‌کنیم با قیمت اون موقع که خب 100 دلار مثلا اگه ما می‌خواستیم سرمایه بذاریم داخلش که سال 2018 سان فکر کنم مثلا دلار چقدر بده فکر کنم 230 تومان بوده خب حالا ما میایم حساب می‌کنیم مثلا میگیم که آقا ما میخوایم بیایم و 100 دلار بذاریم داخل دوج کوین و دوج کوین بخریم خب سال 2018 میایم این کارو انجام میدیم چقدر دوج کوین به ما میدادن 100 هزار تا دوج کوین به ما میدادن حالا الان قیمت دوش کوین چقدره ببینید اون موقع سه تا صفر یا دو تا صفر یک بوده اگر اشتباه نکنم بچا بذارین من درست حساب کردم آره دو تا صفر یک بوده الان چقدر شده الان یه دونه صفر ه شده یعنی یه دونه صفرش از دست رفته یا کم شده یه دونه از صفرش و ببینید حالا الان با همون یه دونه صفر چه مقدار پولی به ما میدادن اگر اون موقع 100 دلار خریداری میکردیم پس به ما چقدر میدادن 100 هزار تا به ما دوج کوین میدادن الان اگر ما 100 هزار تا دوج کوین داشتیم بچه ها قیمتش میشد 73000 ببخشید قیمتش میشد 7383 دلار یعنی اگر ما اون موقع 100 دلار می میذاشتیم الان که حالا تاریخش دقیقا اگر بخوام بهتون بگم 2023 هستیم حالا وسطای 2023 هستیم البته وسطای نمیشه گفت اولش هستیم و توی همین 4 5 سال میشد 7000 دلار تقریبا سود کرد و قیمتی که شما خریدید 100 دلار رو الان میتونستید بفروشید 7000 دلار 7300 دلار حالا این قیمت ببینید بیشتر هم شده یعنی الان دوباره یه دونه صفر گرفته و یه دونه صفر هشت شده اون موقع ببینید زمانی مثلا تاریخ 2021 یعنی فقط سه سال بعدش قیمتش رو اگر دقت بکنید صفر تا بوده یعنی اگر بخواستیم با قیمت اون موقع حساب بکنیم خیلی خیلی مقدار بیشتری میشد چیزی حدود 60 هزار دلار میشد دوستان اما خب ببینید سرمایه گذاری توی شت کوین ها و حالا البته شیت کوین که ببینید نمیشه گفت میم کوین ها همونطور که سود خیلی خوبی داره خب ضرر هم داره 100 درصد ممکن بود که شما اون 100 دلاری که میذارید رو کامل از دست بدید کلا اصلا ارزش این کوین بیاد صفر بشه کلا اصلا کوینش از بین بره یعنی میگم اینقدر پشتوانه پشت شون ضعیفه که ممکنه هر اتفاقی براشون بیفته دوستان اما خب میم کوین های خیلی زیاد دیگه ای هم داریم مثل مثلا میم کوین دلار مون که قیمتش رو اگر ببینید ببینید قیمتش مثلا دو تا صفر هفت بوده الان قیمتش مثلا یه دونه صفراش افتاده و خب خیلی سود خیلی خوبی میشد کرد اگر حالا کسی خریدی انجام میداد که خب هنوز حتی یک سال هم نشده که این شت کوین یا همون میم کوین اومده وارد بازار شده و حالا وارد شده که میگه چقدر تونسته سود بده اما خب همونطور که سود میده میگم می اصلا ضرر هم میده و خب میم های خیلی زیاد دیگه هم هستش مثلا یه دونه از میم کوین ها میم بیمکنه هست که توی سال 2022 خیلی پرطرفدار بود اما خب فعلا که هیچ خبری ازش نیست و فعلا کلا داره قیمتش همینجوری پایین و پایین تر میاد و تعداد صفرای بیشتری داره میگیره حالا باید ببینیم که آیا این کوین مثلا میاد قیمتش بیشتر بشه یا اینکه خیر اما خب میگم بچه ها، این کار یه کار سرمایه طولانی مدت هست و 100 درصد سرمایه که میذارید نباید زیاد باشه چون ما نمیدونیم اگر خب هر کسی میدونست که مثلا دوج کوین قرار اینقدر پیشرفت کنه 100 درصد در جای صد 100 دلار می اومد مقدار خیلی بیشتری بذاره داخل حالا اون زمان که قیمتش کم بود که بتونه سود بیشتری بکنه اما خب یک مقداری باید بذاریم که حتی اگر کاملا از دستش دادیم نگرانش نباشیم همین اتفاق دقیقا برای شیبا هم افتاده همونطور که میبینید توی سال 2020 چقدر صفر داشته بچا فقط قیمتش رو نگاه بکنید و یکم جلوتر توی سال 2021 چند تا از صفرش افتاده و چقدر اگر فردی اون موقع خرید میکرده میتونسته سود بکنه دوستان مرسی تا آخر ویدیو رو نگاه کردید دوستان امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید اگر ویدیو براتون مفید بود خوشحال می‌شم که کانال منو سابسکرایب بکنید لایک بکنید کامنت هم بذارید تا حساب و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار